وزیران خارجه 13 کشور اروپایی، همچنین آمریکا و بریتانیا در بیانیه مشترک تصمیم امارت اسلامی درباره فرمان حجاب را محدودیت بر حقوق بشر تلقی کرده‌اند. در این اعلامیه مشترک از امارت اسلامی خواسته شده است که وضع محدودیت بر زنان را متوقف کند و درباره تصامیمی که حقوق زنان و دختران را محدود ساخته است، تجدید نظر کند. با حجاب و دستکشی که برشان سفارش دادن، نمیتونن کارهای اداری را پیش ببرن، کارهای دفتر را پیش ببرن و هزار موانع دیگه برشان ایجاد میشه. زنان افغانستان تقاضا دارن تا طالبان روی شاخصهای بسیار مهمی رفاهی و امنیتی و حقوق اساسی مردم را پیچد، نسبت به این که زندگی عادی و روزمره مردم من حیث تداخل تعیین تکلیف بکنند. در همین حال رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان، در مصاحبه با دویچه وله از افزایش محدودیت بر زنان و دختران افغان نگرانی کرده است. متاسفانه مجموعه از محدودیت‌ها بر زنان افغان در حال گسترش است و این کاملاً سیستماتیک است و مطمئناً آنگونه که یکی از زنان افغان برایم گفته است، اوضاع خوب به نظر نمی‌رسد. او گفته که احساس می‌کنم که طالبان علیه زنان می‌جنگد و به نظرم این چیزی است که واقعاً باید مورد بررسی قرار گیرد. زنان در افغانستان احساس می‌کنند که تحت محاصره محاکمان فعلی افغانستان هستند. اما سخنگوی امارت اسلامی محدودیت بر زنان در کشور را رد می کند و حکومت سرپرست را حافظ حقوق تمامی شهروندان در کشور می داند. ما این گونه شایعات یا ادعاهایی را که در مورد تلف شدن حقوق خانم های خواهرها پخش می شه رد می کنیم. امارت اسلامی حافظ حقوق تمام اتباع کشور هست. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته بود که اگر کابل سیاست هایشان را درباره زنان تغییر ندهند، آمریکا فشارها را بر آنان بیشتر خواهد ساخت.